آقای جاودانفر، خوش اومدین به برنامه امروز. آیا همونجور که شنیدین در صحبت‌های همکارم واکنش‌ها در آمریکا نسبت به رفتار آقای گنتس مثبت بوده و اعلام کردن که به نوعی دارن راه میان با توافق، فکر می‌کنین که واقعاً اسرائیل داره با توافق راه میاد یا اگر این توافق به امضا برسه و اسرائیل ازش راضی نباشه مسیر خودش از آمریکا جدا می‌کنه؟ ببینید، اسرائیل خیلی ناراحت هستش از سناریوی بازگشت به برجام. چرا؟ بزرگترین نگرانی اسرائیل این هستش که وقتی که تحریمات علیه جمهوری اسلامی ایران حذف بشوند، به جای اینکه رهبران ایران میلیاردها دلاری که دریافت خواهند کرد و پول خودشون هستش، کسی شکی در اون وجود نیست، به جای اینکه بیان خرج بکنن برای توسعه زیربنای ایران یا توسعه آموزش پرورش و بیمارستان ها، قسمتی از اون رو میان پول رو منتقل خواهند کرد به گروه های مانند جهاد اسلامی در غزه، به گروه های نیابتی در سوریه ببخشید و حزب الله. و واقعا این بزرگترین نگرانی اسرائیل هستش. ولی در عین حال ما میدونیم در اسرائیل، ما میدونیم که ما اگر آقای بایدن تصمیم بگیره که برگرده به برجام، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. دفعه قبل آقای نتانیاهو رفت کنگره، نمیخواست که آقای اوباما به توافق برسه با جمهوری اسلامی ایران. آقای نتانیاهو رفت کنگره، لابی حامی اسرائیل ایپک ده ها میلیون دلار پول خرج کرد، شد. چون قدرت اسرائیل انقدر هم نیستش، ابرقدرت نیستش. اسرائیل قدرت داره در واشنگتن ولی ابرقدرت نیستش. و الان هم اسرائیل میدونه که اگه بخواد آمریکا برگرده به برجام برخواهد گشت. ولی پس چرا آقای گنتس اومده آمریکا؟ اومده اولا میخواد که ببینه که اگر مثلا فردا فهمیدن جمهوری اسلامی ایران داره مخفیانه بمب میسازه و احتیاج به حمله نظامی بود، آیا آمریکا حاضر خواهد بود در چنین حمله شرکت بکنه یا نه. و یک سوال دیگه هم برای اسرائیل مهم این هستش که خب ما دفعه قبل بعد از برجام دیدیم که چقدر حزب الله و نیروهای جمهوری اسلامی ایران بعد از برجام و حذف تحریمات قوی شدن. پس این دفعه قوی خواهند شد. آیا آمریکا به اسرائیل اجازه و حمایت خواهد داد و حمایت خواهد کرد وقتی اسرائیل به نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه حمله بکنه یا نه؟ به نظر من این دو تا محور اصلی سفر ایشون هستش. آقای جاودانفر، مقامات اسرائیلی مخالف پیوستن آمریکا به مذاکرات های برجام هستن، همونجوری که شما گفتید. اما آیا تو محافل سیاسی اون کشور راه حل جایگزینی دارن برای مواجهه با برنامه اتمی ایران؟ چه راه حلی پیش پای جامعه جهانی میذاره اسرائیل؟ اولا بسی عرض کنم خدمت شما که در اسرائیل اختلاف نظر وجود داره. موساد دیدگاهش این هستش، بر اساس روزنامه یدیوت آخرونوت، سازمان جاسوسی و اطلاعاتی موساد، دیدگاهش این هستش که بازگشت به برجام فاجعه خواهد بود، به خاطر همین دلایلی که برای شما و بینندگان محترمتون عرض کردم. ولی سازمان اطلاعات ارتشی اسرائیل به نام امان، دیدگاه اونا هستش که این هستش که خب برجام خوب نیست ولی بیرون بودن از برجام بدتره. ببینید الان جمهوری اسلامی ایران برجام، الان ببخشید، غنی‌سازی اورانیوم غلظت رسیده به 60%. شما در هیچ جای برجام نمی‌بینید که به جمهوری اسلامی اجازه داده بشه که غلظت 60% برسه. پس اختلاف نظر وجود داره. چیزی که الان دولت اسرائیل، سیاستی که دولت اسرائیل اتخاذ کرده، حمایت از موضع موساد هستش و دیگه اونا این ازش که خب بایستی با تحریمات ادامه بدیم که انقدر اقتصاد ایران فلج بشه که اون وقت جمهوری اسلامی ایران حاضر بشه که در مورد که بیشتر انعطاف پذیری نشون بده به در مذاکره و امتیازهای بیشتری به آمریکا بده. ولی چیزی که الان آمریکایی‌ها دیدگاهش این هستش که مطمئن نیستن اگه همچین چیزی به وجود بیاد، همچین سناریوی محتمل هست. پس سناریوی بی اسرائیل این هستش که خب ما نمیتونیم جلوی بازگشت آمریکا رو به برجام بگیریم، پس باید چه کار کنیم؟ اولا نباید اشتباه آقای نتانیاهو رو تکرار بکنیم که رفت با آمریکا چیز دعوا کرد و به روابط ما با آمریکا صدمه زد. اولا دوما اسرائیل باید هوشمند و هوشیار باشه. هر دفعه در جمهوری اسلامی ایران هر کاری کردن که غیر قانونی باشه در برنامه اتمی، مثل ترقوز آباد، همون رو فوری بدن اطلاعات رو به آمریکایی‌ها و به جامعه بین المللی و سوما حاضر باشن برای روبرویی با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران.
ممنونم از توضیحات شما. مایر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو.